درود میفرستم به شما مخاطبین برنامه. موضوع وبیناری که من در خدمت شما هستم جنسیت، سکس و سلامتی هستش. من تلاش خواهم کرد در 4 جلسه در واقع این موضوع رو بررسی بکنم. مطمئناً وقت اونقدر کافی نیست که بشه به همه دقایق و ظرایف این موضوع پرداخت، ولی تلاش خواهم کرد که با اشاره به نکات مهم در واقع راهی رو باز کنم برای گفتگو و مطالعه بیشتر. در این مجموعه به سرفصل‌های زیر می‌پردازم. در جلسه اول بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس رو بررسی می‌کنیم و نهایتاً برمیگردیم به بهداشت جهانی و تعریف سلامت جنسی. در جلسه دوم متناسب با آنچه در غرب اتفاق افتاده تلاش میکنیم که شمایی از انقلاب سکسی در دهه 60 اروپا و غرب رو در واقع بررسی بکنیم و بعد شخصیت، جنسیت و سکسوالیته رو در پهنه روانشناسی جدید مورد دقت نظر قرار میدیم تا بتونیم که با اصطلاحات و عناوینی که در این مورد وجود داره و میتونه به مطالعه و بررسی بیشتر کمک بکنه آشنا بشیم. در جلسه سوم پدیده آبرو رو بررسی میکنیم و نشان شناسی و در واقع آسیب شناسی این پدیده مهم رو در ایران مد نظر قرار خواهیم داد و از اضطراب‌های جنسی گونه گونه‌ای خواهیم گفت که در ایران وجود داره و مقابله با اونها و شناخت اونها و آسیب شناسی اونها راهی برای عبور به سلامت از پهنه سکس. و در نهایت در جلسه آخر تلاش خواهم کرد سکس سالم و امن رو به عنوان یک حق انسانی مورد بررسی قرار بدم و توضیح بدم که سکس های پرخطر چه هستند و چگونه میشه از اونها احتراز کرد و پرهیز کرد. قسمت نخست جلسه اول بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس هستش. اگر سلامت جنسی رو همچنان که در متون سازمان جهانی بهداشت آمده برآمد رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی تک تک شهروندان در پهنه سکس و سکسوالیته بدانیم، آنگاه بهداشت جنسی به مجموعه از راهبردها و رفتارهای اشاره داره که میتونه در نگهداری، رشد و بهبود این رفاه به کار بیاد. بهداشت جنسی در این تلقی به مجموعه از دانشها و پایشها اشاره داره که در پی حفظ سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی انسان‌ها در پهنه سکس. در نتیجه عجیب نیست اگر گام نخست هر تلقی از بهداشت جنسی، حتی تلقی حداقلی، امکان و حق آزادی گفتگو، مطالعه و آسیب شناسی مشکلاتی باشه که فراروی رفاه شهروندان در این پهنه هستش. با این همه گفتگو از سکس و سکسوالیته و هنجارهای آن در ایران معاصر همچون در آمدن به یک زمین مینگذاری شده است که هر آن امکان انفجار و آوار هستش. در نتیجه گفتگو از سکس در ایران امروز میتونه بسیار خطرناک باشه و پرهزینه و حتی بنا به دریافتی گفتگو از سکس در چنین شرایطی میتونه به جریان‌های واپسگرا و پیشامدرن فرصت سرکوب بیشتری بده و پویش‌های مدرن و آزادی‌خواه رو به عقب برونه. خب در این صورت خواهیم پرسید که ضرورت گفتگو از سکس چیست و در این چشم‌انداز چرا باید به سکس بپردازیم؟ من در 8 بند دلایل اهمیت گفتگو از سکس رو با شما در میون میذارم. امیدوارم که بتونم توضیح بدم که چرا اهمیت داره که به سکس و مطالعه و گفتگوی شفاف از سکس باید بپردازیم. نخست، سکس و رانه‌های سکسی وجهی اساسی از حیات ما هستند و سر و سامان دادن به اونها در درازنای تاریخ همیشه بخش مهمی از زندگی ما انسان‌ها بوده. سکس و سکسوالیته اگر نه بیشتر از وجوه دیگر انسانی، دست کم مثل
سایر نیازهای ما مهمند و پرداختن به اونها و شناخت دقیق اون اهمیت داره. بدون مطالعه و بدون گفتگو از سکس در اساس هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد سکسوالیته و بهداشت آن ناتمام و غیر عقلانیه. فروکاهیدن گفتگوهای جدی و جمعی شفاف از سکس به گفتگوهای فرد به فرد و پنهانی میتونه ناکافی و حتی گاهی گمراه کننده باشه. سکس بخش طبیعی مهم و مثبت از حیات و انسانیت ماست. رانه‌های سکسی در جان و جهان ما آنچنان پرقدرت و پرنفوذند که به باور بسیاری از روانشناسان زیرساخت اصلی بسیاری از وجوه شخصیت ما رو می‌سازند. به تعبیر فروید حتی توپق‌های زبانی ما می‌تونه ریشه در سرکوب‌های جنسی داشته باشه. در نتیجه گفتگو از سکس میتونه بسیار مهم باشه و وجهی از یک جامعه زنده و پویا باشه. جامعه‌ای که تلاش داره ناخودآگاه خودش رو و تاریخش رو سر و سامان بده و راه پرداختن بهینه و کم هزینه به سکس رو هموار کنه. و نیازهای سکسی به قول آبراهام مزلو بخش مهمی از نیازهای اساسی ما هستند. نیازهایی که بدون پرداختن به اونها، پرداختن به امور دیگر انسانی و ارتقای شأن و منزلت خودمون غیر ممکن میشه. و فراموش نباید بکنیم که ما در برابر رفتارهای جنسی خودمون و تصمیمات سکسی خودمون و کودکانمون مسئولیم و درک مناسب این مسئولیت نیازمند آگاهی، دانش و گفتگوست. گفتگو از سکس به ویژه در ایران امروز که سکسوالیته و زن در اون وجهی استراتژیک پیدا کرده ضرورتی دو چندان داره. چه بدون پرداختن عمیق و دقیق به اون، هر کوششی برای برون رفت از این شرایط نابهنجار میتونه خیلی پرخطر و پرهزینه باشه. به نظر میرسه ما در طول تاریخمون همیشه با زن، سکس و سکسوالیته مسئله داشتیم و تا از این مسئله به سلامت عبور نکنیم از مسائل دیگر هم بعیده که به راحتی بتونیم عبور بکنیم. نیم نگاهی به تاریخ باستان، مثلا به کتیبه هایی که در تخت جمشید هست، میتونه نشون بده که زنهای ما در اون دوره هم با حجاب و پوششی کم و بیش شبیه آنچه که اسلامگیرهای امروز عرضه میکنند در نقاشی ها و در پیکرتراشی ها ظاهر شدن. طرح ریشه های ایرانی و باستانی این بحران به هیچ روی به معنی سبک کردن فاجعه جاری در جمهوری اسلامی نیست. اما نباید از یاد برد که بدون توجه دقیق به ریشه های عمیق و قطور این فجایع، هماوردی با اونها هم دور از دست و مشکل خواهد بود. سوم، ماشین ترور جنسی هنوز یکی از فعالترین ماشین های سرکوب و سانسور در ایرانه که دگرباشان و دگرباشی رو به سکوت میکشونه. خاموش کردن این ماشین سرکوب پیش نیاز هر اقدام مثبت دیگری است. به عنوان نمونه، در سطح اجتماعی بسیاری از دگرباشان جنسی و در سطح حقوقی همه افرادی که از هنجارهای رسمی جنسی عبور کردن مجازات و سرکوب میشن. به همه این سرکوب ها که گاهی میتونه بسیار دهشتناکم باشه، باید مجازات های قانونی و غیر قانونی و فراقانونی و شایع پراکنی های جنسی را هم اضافه کنیم، شوند هایی که بسیاری از اونها هدفمند و سیستماتیک و از طرف حاکمیت اعمال میشه و مخالفین را در هر سطحی از پا در میاره. در نتیجه همچنان که سکس و سکسوالیته و هنجارهای حکومتی در این پهنه برای جمهوری اسلامی امری استراتژیکه، به نظر میرسه که گفتگوی آزاد از سکس و سکسوالیته برای نقد و اصلاح این سیاست ها و مخالفت با اونها هم باید برای جریان های مدرن و پیشرو استراتژیک و مهم تلقی بشه. صحبتاتون بیشتر خود حکومت ها رو اشاره کردید. میخوام سهم خود جامعه رو، مخصوصا نهادها رو، تو این زمینه بدونم، در این زمینه صحبت بکنید.
خود نهاد خانواده یا نهادهایی که به هر حال تحت سلطه مردها هستند چقدر اونها در تداوم چنین مسئله مؤثر هستند و چه تغییرات لازم هست درشون صورت بگیره. در ادامه این وبینار تلاش خواهم کرد که به در واقع این موضوع بپردازم و سهم خانواده ها و نهادها و در واقع هر کدوم از ما تک تک رو در این موضوع بررسی بکنم. بنابراین فکر میکنم که اگر کار پیش بره به این موضوع هم بپردازیم. در این قسمت من در واقع هدفم اینه که توضیح بدم که چرا اهمیت داره که ما به یه گفتگوی جمعی شفاف سالم و علمی در مورد سکس دست بزنیم و این گفتگو از سکس رو در جامعه در واقع رواج ببخشیم. من نمیدونم قراره باز در ادامه مثلا این جواب بدهید یا نه. کلن یک تعریف واحد و مشخص از سکس و سکسوالیته. اوکی. و تعریف یعنی متفاوت اینها حالا با گرایش جنسی یعنی جندر، سکس به معنای جنسیت و خود سکس. هر کدوم حالا تعریف متفاوت داره، خب قطعا تفاوت‌های زیادی هم داره و این تعریف واحد و مشخص. حالا میتونه این توی روابط دیگه هم باشه دیگه قطعا. به این موضوع هم توی قسمت‌های بعدی پرداختم، ولی برای اینکه از سکس و سکسوالیته صحبت شده تا به اون بخش‌های مربوطه برسیم بد نیست که توضیح بدم که سکس در انگلیسی به معنی جنسیت هستش. البته بار معنایی به معنی سکس اون چیزی که در ایران فهمیده میشه و رفتارهای جنسی هم داره، ولی بیشتر به عنوان جنسیت مطرح میشه. اما من در این نوشته اونچنان که در ایران از سکس فهمیده میشه سکس رو به معنی رفتارهای سکسی در نظر گرفتم و سکسوالیته هم در واقع مجموعی از گفتگوها، سازوکارها، آداب و رسوم و در واقع دم و دستگاهی که در مورد سکس و رفتارهای سکسی و رانه‌های سکسی و نهادهای سکسی در یک جامعه شکل میگیره و تلاش میکنه که به این مسائل سر و سامان بده، این مجموعه رو میگن سکسوالیته. ولی در مورد تفاوت اینها با جنسیت، جندر و طبقه بندی های مختلفی که داره در آینده به صورت مبسوط‌تری صحبت خواهیم کرد. چهارم، ایران معاصر از بحران‌های متعدد و عمیقی در پهنه‌های مسائل مربوط به زنان، سکس و سکسوالیته رنج می‌برد و باردار تحولات گسترده‌ای در این زمینه است. در نتیجه گفتگو از سکس، سکسوالیته و زن در ایران یک ضرورت تاریخی برای عبور از بحران هم هست. به عنوان نمونه مثلا در ایران امروزمون پدیده دوستی بین دختر و پسر در خانواده ها داره به امری مرسوم تبدیل میشه، امری که پیشتر سابقه نداشت در ایران و یا اگر وجود داشت خیلی محدود بود و به شدت باش برخورد میشد. خب این یه پدیده تازه‌ایه که تو جامعه ما داره جا میفته، ولی چون امکان گفتگوی آزاد و شفاف در مورد سکس وجود نداره اساساً این موضوع هیچ وقت در سطح کارشناسی و به گونه‌ای که برای خانواده‌ها قابل فهم و قابل عرضه بشه مطرح نشده. خانواده‌ها با این مسئله یا ناآشنا هستن و یا با آسیب شناسی اون و مسائلی که ممکنه داشته باشه در واقع روشن نیستن، ارتباط چندانی ندارن و همه اینها معنیش اینه که ما باید به گونه‌ای آزاد و شفاف از سکس صحبت کنیم و مسائل رو در واقع مطرح کنیم تا بتونیم راهکارهای مناسب متناسب با جامعه خودمون براشون پیدا بکنیم. پنجمین دلیلی که میتونم در مورد ضرورت گفتگو از سکس ارائه بدم اینه که به هر حال مدرنیدگی، مدرنیدن و ترقی خواهی در ایران امروز وجهی از جهان جدیده که به جامعه ما سرریز شده. ما به عنوان یک جامعه حاشیه‌ای امروزه با امکانات و دستاوردهای بسیاری که از جهان مدرن به جامعه ما سرریز میشه آشنا هستیم، از جمله یکی از این مفاهیم آزادی جنسی و کنترل بر بدن هستش. هر تلقی از آزادی جنسی حتی اگر به مخالفت با این مفهوم بیانجامه مستلزم اینه که ما بتونیم به گونه آزاد و شفاف از این موضوع صحبت کنیم، زوایای مختلف اون رو مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم در موردش داوری کنیم و تصمیم بگیریم که چگونه باید رفتار کنیم. بنابراین در هر کجایی که در ایران ایستاده باشیم و هر نسبتی با آزادی و مفاهیم اقماری اون از جمله آزادی جنسی داشته باشیم، ناگزیر باید
به گونه‌ای شفاف، آزاد و برابر تن به گفتگو بدیم تا زوایای پنهان این موضوع روشن بشه، هم خودمون بتونیم داوری مناسب‌تری داشته باشیم و هم جامعه. ششمین دلیلی که میتونم برای گفتگو از سکس مطرح بکنم اینه که انقلاب سکسی و پیامدهای آن در ایران امروز تنها یک دلمشغولی روشنفکرانه نیست. واقعیتیه که با جلوه‌های گوناگونی خودش رو به ما عرضه میکنه و خودنمایی میکنه. گسترده ترین شکل مقاومت مدنی در ایران امروز در برابر هنجارهای سکسی و سرکوبهای جنسی حاکمیت دیده میشه و این مسئله ساده ای نیست. آزادی های اجتماعی از پرکشش ترین خواست های اجتماعی هستند و در پهنه های مختلف خودنمایی میکنند، تا اونجایی که بسیاری از اصلاح طلبان نگران هستند که احتمالاً با پرداختن به برخی از این آزادی های اجتماعی زمینه سرکوب آزادی های سیاسی فراهم بشه. بنابراین گفتگو خیلی اهمیت داره که این مفرها و این در واقع سوراخ‌ها بسته بشه و به استبداد امکان ندیم که بتونه آب رفته رو به جوی برگردونه. و در نهایت عجیب نیست اگر بدونیم که یه روزنامه‌نگار غربی وقتی به ایران مسافرت میکنه در توصیف اون چه در ایران میبینه از انقلاب ریملی در ایران یاد میکنه، و نیز روشنفکر دیگری از اندیشمندانی که در دانشگاه‌های غربی تحصیل کرده وقتی مسئله سکسوالیته و جنسیت و مسائل مربوط به اون رو در ایران بررسی می‌کنه کتابی می‌نویسه که عنوانش هست انقلاب سکسی در ایران. نهایتاً می‌خوام بگم که اگر دقت بکنیم دلایل بسیاری وجود داره که نشون میده که گفتگو از سکس و مسائل مربوط به اون تنها یک دغدغه روشنفکرانه نیست، یکی از ضرورت‌های اجتماعی و حتی سیاسی ماست. دلیل هفتم که باید در ضرورت گفتگو از سکس خدمت شما عرض بکنم برمیگرده به کارها و مطالعاتی که خودم داشتم. ورود من به عنوان یک پزشک و نیز یک کنشگر سیاسی به این پهنه از حدود سالهای 2000 به خاطر حرفه پزشکی و ضرورت کار در این پهنه نبوده. من مطالعاتی در انحطاط و انگاره‌های انحطاط در تاریخ ایران دارم و این مطالعات در واقع من رو به این پهنه، به پهنه سکس و ضرورت پرداختن به اون و گفتگوی از اون در واقع کشونده. مجموعه مقاله و مطالعه تو این زمینه دارم که با عنوان مدرنیته در دامان زنان آماده چاپ، امیدوارم که به زودی در دسترس مخاطبین قرار بگیره. من در این مجموعه کارها در واقع مسئله‌ای رو که بررسی کردم اینه که ما بدون برابری جنسیتی و برابری جنسی، بدون اینکه زنان رو به حقوق حقی خودشون برسونیم، نمیتونیم به سمت دموکراسی حرکت بکنیم. به تعبیر دیگه دموکراسی در ایران در گروه حل و فصل مسائل زنانه، در گروه برابری حقوقی و قانونی بین زنان و مردان. اما مطالعات دقیق نشون میده که ما اگر بخوایم که این برابری حقوقی رو در قوانین خودمون در واقع جاری و ساری بکنیم، ناگزیر هستیم که از سکس و سکسوالیته و موانع اون گفتگو کنیم. اونچه که مطالعات من نشون میده اینه که در تاریخ ما مسائلی وجود داره که ما هر وقت مسئله زنان رو خواستیم حل بکنیم و به نتیجه برسونیم، سنتگراها و بنیادگراها با پرداختن به اون و با سر و صداهای فراوان استرابهای جنسی مردمان ما رو تحریک کردن و اونها رو در اردوگاه خودشون قرار دادن و اونها در واقع به خاطر اینکه گرفتار هراس از آزادی جنسی شدن به هراس از آزادی کشیده شدند و ترجیح دادند که عطای آزادی رو به لقای آزادی ببخشند و در جبهه استبداد بایستند. در نتیجه به نظر من مهمه که مسئله آزادی جنسی رو و مفاهیم اقماری اون رو به صورت دقیق مورد مطالعه قرار بدیم و راه رو باز بکنیم برای اینکه آزادی و نهایتاً برابری حقوقی رو در قوانین خودمون رسمیت بشناسیم و ساری و جاری بکنیم تا راه برای دموکراسی و نهادینه شدن اون و استانداردهای حقوق بشر در ایران هموار بشه.
بدون عبور به هنگام از این گردنه دشوار و بدون انگار سازی های مناسب برای دفاع تمام قد از اقلیت های جنسی و جنسیتی، دفاع از برابری جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و دموکراسی در ایران به امری محال تبدیل خواهد شد. در این وبینارها تلاش خواهد شد با نیم نگاهی به تجربه گسترده جهانی و دریافت‌های نوآیین در جهان جدید راهی به رهایی از این بندها در اجتماع خودمون باز کنیم. در چنین چشم‌اندازی گفتگو از سکس و آوردن مفاهیم مربوط به اون از ناخودآگاه ذهنی خودمون و اجتماعمون به خودآگاهمون و گفتگو در مورد اونها میتونه بسیار رهگشا باشه، میتونه به یک گفتمانی شفاف و شکوفا از سکس و سکسوالیته در اجتماع خودمون سرکردگی ببخشه، میتونه راه‌های مناسبی برای عبور از بحران در برابر ما باز بکنه و میتونه اضطراب‌های جنسی ما رو آروم بکنه و ما رو در شرایطی قرار بده که بتونیم گام‌های مؤثر و مناسبی به سمت دموکراسی و استقرار حقوق بشر در ایران برداریم. و در نهایت دلیل هشتمی که میتونم بیارم برای ضرورت گفتگو از سکس در این شرایط و در ایران امروز این مسئله است و این واقعیته که گفتگو از سکس و هنجارهای اون در چارچوب شریعت شیعی همیشه ادامه داشته. یعنی در واقع به یه معنایی میشه گفت که اگر ما به بسیاری از متون کلاسیک فقه شیعه و گفتمانهای شیعه برگردیم، بعضی از کارهایی که تو این زمینه شده به بسیاری از پورنوگرافی‌های امروز میتونه پهلو بزنه. مثلا فرض کنید که شما اگر کتاب زهرالربیع شیخ نعمت الله جزائری رو ببینید، صحنه‌های سکسی بسیاری در این کتاب وجود داره. در نتیجه میخوام بگم که گفتگو از سکس به یک معنا میتونه به معنی انحصار زدایی از گفتگو در مورد سکس باشه. به عبارت دیگه بسیاری از علمای مذهبی خودشون تو این زمینه به راحتی و به وفور صحبت میکنن. مسئله اینه که اونها امکان گفتگو از سکس رو از ما گرفتن و در نتیجه گفتگو از سکس میتونه به یک معنا انحصار زدایی باشه از گفتگو و اینکه بخوایم ما به عنوان شهروندهای مسئول وارد این پهنه بشیم و آزادانه و برابر با دیگران و خودبسنده در مورد این مفاهیم فکر کنیم، بیاندیشیم و چاره سازی بکنیم. و در نهایت این جمله رو باید بگم که به قول مادر ترزا، شکوه و عظمت یک تمدن رو، شکوه و عظمت یک جامعه و یک حتی خانواده رو نه از ادعاهای دهن پرکن اخلاقی، دینی و غیره، بلکه از گام‌های مؤثری که برای حل و فصل مشکلات انسان‌ها برداشته میشه باید فهمید. هیچ اخلاق کجدیسه و غیر انسانی برای اینکه به انسان‌های از پا افتاده کمک بکنه که اونها بتونن از تجربه‌های رنگارنگ جنسی و زیستی مناسبی برخوردار باشن و بتونن لذت‌های جنسی رو تجربه بکنن کمک نمی‌کنه و حرف نمی‌زنه. اونها تنها تلاش می‌کنن که ما انسان‌ها رو در واقع به محدودیت و محرومیت بکشونن و در واقع از غنای زندگی ما رو محروم بکنن. به هر حال واقعیت اینه که ما بدون اندیشیدن و بدون پرداختن به سکس و سکسوالیته و مفاهیم اقماری اون، بسیار دشواره که بتونیم حقوق خودمون رو در این زمینه تشخیص بدیم، به مسئولیت‌های خودمون عمل بکنیم و بتونیم راه رو باز بکنیم برای یک جامعه انسانی تر، یک جامعه‌ای که میتونه با انسان‌ها و نیازهای اونها مهربون‌تر رفتار بکنه. حضور که این تابو بودن سکس که بهش اشاره کردید، تا چه اندازه ریشش در مذهب یا این نگاه مذهبیه، یا چه اندازه ریشش در عرف جامعه است؟ تفکیک عرف از مذهب به یه معنایی خیلی دشوار و حتی غیر ممکنه. حتی بسیاری از متفکرین امروزه وقتی مفهوم ذاتگرایی رو از دین در واقع حذف می‌کنن و برای دین ذاتی قائل نیستند، دین رو به مجموعه کلانی از مثلا فرض کنید مسلمانان و پیروان اون دین محدود میکنن. در این تعریف وقتی ما از عرف صحبت میکنیم، به
عبارت دیگه ای داریم از اسلام یا دینی که در بین تک تک مردمان اون جامعه در واقع وجود داره و عمل میشه صحبت میکنیم. بنابراین به یه معنایی باز داریم از دین صحبت میکنیم. اما اگر این نکته ظریف رو بخوام ازش عبور بکنم، به نظر من که بحث سکس و تابوهای اون رو کم و بیش مورد مطالعه قرار دادم، فکر میکنم که اضطراب‌های جنسی ریشه‌های پیشادینی دارن. یعنی در واقع میشه اینجوری تصور کرد که این اضطراب‌ها و این تابوها هستن که دین رو و یا نهادهای دیگه اجتماعی رو ممکنه به خدمت خودشون بگیرن برای اینکه از خودشون محافظت بکنن و در واقع عمر خودشون رو طولانی تر بکنن. قسمت دوم جلسه نخست رو با بهداشت جهانی و تعریف سلامت جنسی آغاز میکنیم. سازمان بهداشت جهانی در 7 آوریل سال 1948 تأسیس شده. این نهاد جهانی در مقدمه اساسنامه خود سلامتی را رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی تعریف میکنه. سلامتی در این دریافت همچنان که در متن مقدمه سازمان بهداشت جهانی اومده، امری فراتر و فربهتر از نبود بیماری و نقص عضوه. به عبارت دیگه بهداشت جهانی نبود بیماری رو شرط لازم سلامتی میدونه و نه شرط کافی. در این چشمانداز کارشناسان سازمان جهانی بهداشت سلامت سکسی رو برخورداری از رفاه کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی در ارتباطها و رفتارهای جنسی میدونن. دریافتی کاملا مثبت و احترام‌آمیز نسبت به ارتباط‌های جنسی و سکسوالیته در این تعریف به چشم می‌خوره که امکان داشتن تجربیات سکسی امن، سالم و دلخواه فارغ از اجبار و تبعیض و خشونت را حق همه آدمیان می‌دونه. چون این دریافتی از سلامتی و حق در پهنه سکسوالیته آشکارا با رفتارها و قوانین حکومت‌های تمامت‌خواه و سرکوبگری که هیچ احترامی به انسان‌ها و حقوق بشر و حریم خصوصی اونها نمی‌ذارن در تعارضه. به ویژه باید توجه بکنیم که در حکومت‌های مذهبی و ایدئولوژیک ممکنه برخی از هنجارهای سکسی به نام دین یا اخلاق و یا ایدئولوژی به مردم و جوانان تحمیل بشه و امکان ارتباط آزاد، بی تبعیض و غیر خشونت آمیز رو از اونها بگیره. پیگیری آگاهانه و تکمیل این حقوق و نیز دفاع شجاعانه از قربانیان این دست سیاست‌های غیر انسانی هم حق و هم وظیفه همه ما انسان هاست. این حقوق در تعهدات بین المللی این گونه بازتاب پیدا کرده. حق برابر و غیر تبعیض‌آمیز در پهنه سکس، حق مسئول بودن از شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی و درمان‌های نامطمئن، حق برخورداری از ارتباط‌های جنسی محرمانه، همون چیزی که احتمالاً به عنوان حریم خصوصی شناخته میشه، حق برخورداری از استانداردهای بالای سلامت جنسی و امنیت اجتماعی در این زمینه، حق ازدواج و ارتباط با فرد دلخواه در آزادی و رضایت کامل و نیز حق برابر برای پایان رابطه، حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و فاصله سنی آنها، حق برخورداری از اطلاعات و آموزش مناسب در پهنه سکس، حق آزادی بیان و عقیده در پهنه سکس، حق دسترسی به درمان، حمایت و جبران مناسب خشونت‌هایی که حقوق اساسی افراد رو در پهنه سکس نقض می‌کنن. اینها مجموعه‌ای از حقوقیه که در اساسنامه‌های بین‌المللی به عنوان حقوق سکسی انسان‌ها به رسمیت شناخته شده. این حقوق برای همه آدمیان در بیان، پیگیری، تکمیل و لذت بردن از سلامت جنسی خودشون با احترام به حقوق دیگران رسمیت شناخته شده.
اگر بخوایم متناسب با اونچه که در متون بین المللی در مورد آزادی جنسی و حقوق جنسی افراد مطرح شده به جامعه خودمون برگردیم، روشنه که جامعه ما از نابسامانی ها و مشکلات بسیاری در این پهنه رنج میبره. در نتیجه ممکنه گروهی بر این باور باشن که پرداختن به سکس و ناهنجاری های اون در چنین اوضاع و احوالی و پیگیری حقوق سکسی میتونه وزن مطالبات اجتماعی و اقتصادی رو سنگین‌تر بکنه و در واقع با طولانی‌تر کردن این مطالبات و لیست این مطالبات در واقع تحقق اونها رو هم مشکل‌تر بکنه و به تأخیر بندازه، در واقع به یه نقض غرض منتهی بشه. اما به باور من چنین استدلال ناتمام و غیر مسئولانه‌ای در برابر فاجعه عظیمی که در پهنه سکس بر جسم، ذهن و روان جوانان، نوجوانان و خانواده‌های ایرانی جاریه، وظیفه ما را در پیگیری این حقوق و پرداختن به آنها و قربانیان انبوهی که این مفاهیم و این مسائل دارند سنگین‌تر می‌کنه و دوچندان می‌کنه. فراموش نباید بکنیم که حجم گسترده‌ای از سرکوب جمهوری اسلامی در پهنه سکس و مقاومت مدنی گسترده از ایرانیان در این پهنه خودش رو نشون میده. بنابراین پرداختن به این موضوع میتونه بسیار مهم باشه و در تعیین فرایندهای اساسی سیاسی و اجتماعی هم تاثیرگذار باشه. جمهوری اسلامی ایران به باور من دست کم تا حدی برآمد یک اخلاق جنسی ویژه است. از این نظر پرداختن به مفاهیم مربوط به سکس و سکسوالیته و اخلاقهایی که زیر ساخت این موضوع رو تشکیل میده میتونه خیلی مهم باشه. در این مجموعه درس گفتار من تلاش میکنم که با نورافشانی به حقوق، مشکلات و دشواریهایی که در این پهنه وجود داره راهی باز بکنم برای اینکه دانش و توانایی خودم و شما مخاطبین محترم در این زمینه بالاتر بره. در واقع تلاش میکنم که تلنگری بزنم به ذهن شما و در واقع سوالهایی رو مطرح بکنم تا بتونیم که به اهداف دهگانه‌ای که در طول این وبینار پیگیری میکنیم نزدیکتر بشیم و این اهداف رو در واقع بهشون برسیم. اهداف دهگانه‌ای که من تلاش میکنم در سه جلسه باقی مانده تا یه حدی بهشون بپردازم و اونها رو روشن بکنم میتونه به این ترتیب باشه که اول تلاش میکنم که تا یه حدی آموزش حقوق سکسی رو در دستور کار خودم قرار بدم، آموزش سکس سالم و اینکه سکس پرخطر میتونه چه چیزایی باشه، چگونه باید از اونها پرهیز کرد. تلاش میکنم که به یه گفتگوی خلاق، سالم و شکوفا در پهنه سکس و ضرورت اون دامن بزنم. تلاش میکنم که آسیب شناسی بکنم مشکلاتی رو که در پهنه سکس در ایران امروز وجود داره. تلاش میکنم که راهی باز بکنیم به سمت توانمندسازی نوجوانان، جوانان و خانواده ها برای زندگی بهتر در شرایط دشوار و پیچیده ایران امروز. تلاش میکنیم برای کمک به بازسازی خانه و خانواده عاری از خشونت و تبعیض و در واقع با گفتگوهایی که در پیش خواهیم داشت امیدواریم که بتونیم کمک بکنیم که خانواده های بهنجارتری در ایران داشته باشیم. نهم، کمک میکنم به افراد و خانواده ها برای اینکه بتونن حمایت های مناسبی از بچه های خودشون و فرزندان خودشون و دیگر باشان جنسی اگر در خانواده خودشون باشن داشته باشن، اونها به حامیان قدرتمند این بچه ها تبدیل بشن و اگر جامعه اونها رو درک نمی کنه و اونها رو در واقع قلقم می کنه و سرکوب می کنه، دست کم خانواده ها با قدرت کنار بچه هاشون بیستن و با اونها مهربان باشن. و نهایتاً تلاش میکنم که یک برآورد مناسبی از هزینه‌های سنگین اجتماعی و تاریخی و سیاسی سرکوب جنسی در ایران را ارائه بدم و توضیح بدم که اگر موفق نشیم ماشین سرکوب جنسی رو در ایران از کار بیاندازیم، چگونه میتونه دموکراسی خواهی، آزادی خواهی و حقوق بشر ستایی ما رو ناکام بذاره و ما نتونیم گامی در این زمینه به پیش برداریم.
اصلا نیازی به آیا نیازی به آموزش سکس به کودکان داریم؟ حتما متناسب با بحثی که کردیم در مورد گفتگو از سکس، یکی از ضرورت‌های زیست امروز آموزش مسائل و مفاهیم جنسی به کودکان هستش. به دلایل مختلفی ما باید در واقع این آموزش‌ها رو متناسب با سن بچه‌ها در دسترس اونها قرار بدیم. اول از این که آموزش سکسی متناسب با تعهدات بین المللی و در کل آموزش به کودکان یکی از حقوق کودکانی که باید به اون پرداخته بشه، هم در خانواده و هم در نهادهای آموزشی مثل مدارس و وقتی هم بزرگتر میشن در رشته های نمیدونم راهنمایی و دبیرستان، تا حدی که بتونه به نیازها و مشکلات اونها پاسخ بده باید در واقع به بچه ها پاسخ بدیم. کلیدی که تو این زمینه وجود داره در مورد سوال کودکان اینه که وقتی کودکان به این مفاهیم میپردازن و ذهنشون در مورد این مسائل تحریک میشه و از ما سوال میکنن، اولین مسئلهی که باید مد نظر اون باشه اینه که پاسخهای در واقع واقعی و راست به بچه ها بدیم اما متناسب با سنشون. و این مستلزم اینه که در مورد سکس گفتگو بشه، کارشناسی بشه و مطالعات به صورت منسجم در اختیار خانواده ها قرار بگیره که خانواده ها بتونن در واقع به این نیازها و مسائل کودکان پاسخ بدن. میدونیم که در روانشناسی وقتی از سکس و سکسوالیته شروع میشه، بسیاری از مسائل کودکان و مسائل سکسی از دوره کودکی شروع میشه. یعنی در واقع به همون دلیلی که شخصیت بچه‌ها و جنسیت و مسائل سکس از دوره کودکی شروع میشه، باید آموزش سکس به کودکان هم در واقع از دوره کودکی شروع بشه و کودکان را آماده بکنیم که وقتی بزرگتر میشن بتونن با این مفاهیم به صورت عمیق‌تری در واقع نزدیک بشن و اگر دچار مشکل شدن بتونن مشکلات خودشون رو به صورت روشمند و عقلانی و مسئولانه پیگیری بکنن و حل بکنن. بنابراین به صورت خلاصه اگر بخوام بگم، متناسب با تعهدات و میثاق‌های بین‌المللی آموزش از جمله آموزش سکسی و کودکان یکی از ضرورت‌های زیست دنیای پیچیده امروزه که اگر ما در این زمینه غفلت بکنیم میتونه بازخوردهای بسیار منفی در زندگی کودکان داشته باشه. بسیاری از کودکان که قربانی خشونت‌های جنسی و آزار میشن، اینها کودکانی هستند که غالباً در خانواده‌هایی بزرگ شدن که این مفاهیم و این مسائل در اون خانواده‌ها مورد توجه نبوده و این کودکان از آموزش لازم و توجه کافی در این زمینه‌ها برخوردار نبودن. عموما کودکان مورد آزار جنسی و معمولا واقع میشن توی سنینی و معمولا هم از سمت نزدیکان میشه، دایی، عمو، پسرعمویی. ما چجوری به کودکان آموزش بدیم که خودشون از خودشون در برابر آزار جنسی محافظت کنن، در این حال آموزشمون یه آموزش مثبت باشه؟ سوال خیلی مهمیه. توی جلسات بعدی وبینار در مورد این صحبت میکنیم. وقتی مسئله آبرو و مفاهیم اقماری اون رو بررسی میکنیم، اونجا روشن میشه که برای اینکه کودکانمون رو در این زمینه توانمندتر بکنیم، علاوه بر اینکه باید آموزش دفاع از خودشون رو در مورد آزار کودکان، آزار جنسی به اونها در دستور کارمون قرار بدیم، این مستلزم اینه که قوانین اجتماعی و در واقع اون مسائلی که به حوزه اجتماعی و خانواده و مفهوم آبرو برمیگرده اونها رو هم بهسازی بکنیم و اونها رو هم تغییر بدیم. یعنی مثلا فرض بکنیم که اگر یک کودکی حتی متوجه بشه که داره مورد استفاده جنسی قرار میگیره، ولی به خاطر اینکه خانواده از هم نپاشه خودش رو سانسور کنه و مشکلش رو مطرح نکنه، ما در حل و فصل مسائل کودکانمون موفق نبودیم. یعنی در واقع علاوه بر آموزش مسائل سکسی به کودکان و اینکه اونها رو توانمند بکنیم که وقتی مورد سوء استفاده و آزار جنسی قرار میگیرن هم بتونن از خودشون دفاع کنن
و هم به نهادها یا افراد مسئول در اولین فرصت گزارش بدن، این مستلزم مهندسی مناسبتری از خانواده و جامعه است که جامعه رو برای شنیدن این مشکلاتی که واقعیت‌های اجتماعی ما هستن آماده بکنیم. به عبارت دیگه بخشی از مشکل برمیگرده به این که ما بسیاری از مشکلات رو در واقع زیر فرش قایم میکنیم، یعنی جامعه به گونه ای سر و سامان گرفته که حاضر نیست مشکلاتی رو که داره بشنوه و ببینه، و برای اینکه خیال خودش راحت تر کنه ترجیح میده که صورت مسئله رو پاک بکنه. اگر به نوع غربالگری و در واقع گزارش هایی که در مورد آزار کودکان در جامعه‌ای مثل ایران وجود داره در مقایسه با جوامع توسعه یافته تر، جوامع اروپایی و یا امریکا نگاه بکنیم، میبینیم که تفاوت فاحشی وجود داره. یعنی گزارش از کودک آزاری در ایران یا در کشورهای توسعه نایافته به مراتب پایین‌تره، و این دقیقاً به این دلیله که جامعه آمادگی لازم برای گزارش این مشکلات رو نداره و سازوکارهای لازم برای غربالگری در واقع این سوء استفاده از کودکان و آزار جنسی کودکان رو نداره و نهادهای لازم برای پیگیری و رسیدگی مؤثر به اون وجود نداره. بنابراین میبینیم که ممکنه که در آمارها ما احساس کنیم که جامعه ما یه جامعه گل و بلبله، ولی واقعیت اینه که کودکان ما یکی از قربانیان اصلی آزار جنسی و آزارهای مختلفی هستن که در دوره کودکی خودشون تجربه میکنن. این واقعیت رو نباید فراموش بکنیم که اخشار آسیب پذیر از جمله کودکان نیازمند به یک جامعه بسامانی هستند، جامعه‌ای که بتونن در اون به راحتی مشکلات و دردهای خودشون رو بیان کنن بدون اینکه از پدر، مادر، اطرافیان یا نهادهای اخلاقی ستبری که در جامعه هست در واقع بترسن و بخوان خودشون رو سانسور بکنن. خیلی جوامعی مثل ایران خیلی رفتار متناقضی داره. از یک طرف صحبت از موضوع سکس کلن به عنوان یک دانش، دانستن این موضوع رو تقبیح میکنه، زشت میدونه، ترویج فحشا میدونه، و از طرف دیگه میبینیم که ازدواج کودکان رواج داره. یعنی شما مثلا دختر 8-9 ساله، 10 ساله، 11 ساله با مرد 30-40 ساله، 50-60 ساله و از موقع شاهد هستیم. میخوام از حالا با توجه به اینکه شما یه پزشکم هستید، جدا از آسیب‌های روانی که چنین رابطه‌ای، چنین اتفاقاتی به اون فرد، به اون بچه میزنه، در ترویج همون چیزی که این چنین جوامعی ازش دارن پرهیز میکنن چقدر مؤثر هست؟ یعنی بحث ترویج فحشا، اون چیزی که اون جامعه تعریف میکنه، بحث ترویج سست کردن پایه های خانواده، خانواده به مفهوم واقعی که خب یه بچه 10 ساله با یک مرد 50-60 ساله خب نسبتی نداره، خب به لحاظ سنی، به لحاظ جسمی، هیچ چیزشون. خب در این زمینه صحبت بکنیم، آسیب های از نظر جامعه، از نظر روانی، از نظر پزشکی، اگر خیلی کوتاه در مورد اینکه ازدواج کودکان و ازدواج با کودکان میتونه برای کودکان بسیار خطرناک و عوارض جدی و سنگینی به بار بیاره، شکی وجود نداره. در این مورد تحقیقات بسیاری وجود داره. این دختر بچه ها در واقع میشه گفت که کودکی خودشون رو از دست میدن و بدون اینکه کودکی لازم رو سپری کرده باشن و تجربیات لازم رو به دست آورده باشن برای یک زندگی بالغانه، در واقع از دوره کودکی پرتاب میشن به دوره پرمشکل و پرمسئله در واقع زندگی زناشویی. اینها علاوه بر اینکه خودشون قربانی هستن، در تربیت کودکانی هم که در واقع به دنیا میارن معمولا ناموفقن و این چرخه در واقع خشونت و ناکامی از این کودک مادران به بچه ها هم منتقل میشه و احتمالاً این سرنوشت شوم ممکنه در انتظار اون بچه ها هم باشه. اما نکته‌ای که به نظرم مهمه توی این سوال باید بهش بپردازیم اینه که در جوامع سنتی و یا مذهبی که در واقع درگیر سنته و ازدواج با کودکان رو یا ازدواج در دوره کودکی رو تشویق میکنه، اونطور که در سوال شما مشخصه به مفهوم ازدواج و خانواده نگاه نمی کنن. اونها خانواده رو در چارچوب سنت می بینن و به این ترتیب
اگر در سنت ازدواج با کودکان رو در واقع پذیرفتن، به باور اونها این ازدواج و این خانواده میتونه اتفاقا خانواده نمونه‌ای باشه. دلیل این که این تعارض به وجود میاد اینه که اونها اتفاقا از اضطراب‌های جنسی متعددی رنج میبرن که از جمله یکی از راه‌هایی که پیدا کردن برای این که بتونن اضطراب‌های جنسی خودشون رو تخفیف بدن اینه که بچه‌هاشون رو زود در واقع شوهر میدن یا براشون زن میگیرن. بذارید من اینجوری مثال بزنم. پدری که به جامعه امروز ایران نگاه میکنه و میبینه که دخترها و پسرهایی که بزرگ شدن، حالا در دانشگاه هستن یا در دبیرستان هستن، روابطی رو دارن که خارج از پسند مثلا فرض کنین این آقا یا این خانم هستش، این از این موضوع خیلی ناراحته. برای اینکه چه این اتفاقی برای بچه‌های خودش نیفته، یکی از راهکارهایی که به ذهنش میرسه و سنت هم بسته‌بندی کرده و در اختیارش قرار داده اینه که دخترش رو یا پسرش رو زود در واقع متأهل بکنه تا بتونه از پیش این مشکلات رو در واقع از پیش پای خودش، خانوادهش و اون بچه برداره. در واقع به نظرم میرسه که دقیقاً این سوال شما ما رو برمیگردونه به همون اضطراب‌های جنسی. یعنی ما اگر بخوایم که خانواده ها رو اقناع بکنیم که کودکان حق دارن دوره کودکی خودشون رو در کودکی به سر ببرن، تجربه کودکی سالمی داشته باشن، بازی بکنن، آموزش ببینن، مدرسه برن، بزرگ بشن و ازدواج بکنن در صورتی که پخته شدن و بالغ شدن و آمادگی پذیرش یک مسئولیت سنگین رو دارن، این مستلزم اینه که خانواده ها رو آماده بکنیم که به این بچه‌ها اجازه بدن در دوره رشد، نوجوانی و جوانی به این غرایز جنسی خودشون به صورت انسانی بپردازن، در موردش گفتگو بکنن، مسائلی که در این زمینه دارن مطرح بکنن و از عشق‌ها و رنج‌ها و آسیب‌هایی که ممکنه تو این زمینه متحمل بشن بتونن به آسانی با خانواده و بدون ترس از اجتماع و قانون با جامعه در واقع تبادل بکنن و بتونن در واقع این پختگی رو به گونه مناسب تجربه بکنن. فکر میکنم که راه حلش اینه، یعنی اینکه جامعه های سنتی بچه هاشون رو زودتر به خونه بخت میفرستن، دلیلش اینه که اونها دلشون میخواد که این بچه ها قبل از اینکه رانه های جنسی درشون بیدار میشه و اونها رو وادار میکنه که احتمالاً هنجارهای سنتی رو به چالش بکشن، در واقع اونها رو به عنوان صورت مسئله پاک بکنن. یه سوال هست، ولی اولش میخوام یه صحبت بکنم. در صحبت کردن سکس رو گفتی، داره دلیل روانشناختی، جامعه شناختی اشاره کردید. من داشتم فکر میکردم که تا چقدر میتونیم این رو ربط بدونیم به زبان، یعنی به زبان فارسی. مثلا صحبت تو خانواده ها، توی جمع های رسمی تر در مورد سکس یا در مورد آلت جنسی یا در مورد روش های سکس یا در مورد عادت ماهانه زنان، این جور مسائل چقدر این رد پیدا میکنه به زبان فارسی که یک جورایی پاستوریزه است. یعنی اگه مقایسه کنیم با زبان مثلا انگلیسی، اینجا خیلی راحت تر صحبت میکنه مثلا در مورد عادت ماهانه یا مثلا در مورد خود سکس، انواع سکس، سکس حالا مقعدی یا سکس حالا هر چیزی، خیلی راحت تر این صحبت میکنم. ولی ما چه تو ادبیات فارسیمون، چه توی بحث صحبت خانواده، یعنی من به عنوان یه پسر با پدر خانواده، مادر خانواده، اینو اصلا میشه ربط داد به زبان فارسی که یک جوری این رو تقبیح میکنه؟ یعنی این کلمات خیلی پسی شمرده میشن. به نظر من به مفهوم زبان مسائل سکسی میتونه ارتباط داشته باشه، ولی نه از اون زاویه‌ای که شما مطرح کردید. به باور من محافظه‌کاری اخلاقی و دینی و جنسی که ما تو این پهنه داریم باعث شده که اتفاقا ما با یه انفجار هزل و طنز سکسی توی جامعه خودمون روبرو باشیم، به گونه ای که بسیاری از بچه ها، بسیاری از زن ها، بسیاری از مرد ها با دوستای خودشون براحتی طنزها و جوک های بسیاری رو رد و بدل میکنن که معمولا هم جوهره همه اینها مسائل سکسیه.
بنابراین به راحتی میشه فهمید که گفتگو از سکس حداقل تا اونجایی که به زبان فارسی محدود میشه و مربوط میشه ما باش مشکلی نداریم. مشکل از اونجایی شروع میشه که در پهنه عمومی گفتگو از سکس در واقع تابو هستش، یعنی در واقع هنجارهای سکسی و اخلاقی که در جامعه سرکردگی پیدا کرده اجازه نمیده که اون گفتگوهای دوستانه به پهنه عمومی کشیده بشه و به گونه شفاف در موردش صحبت بشه. به عبارت دیگه همچنان که گفتم فقها و بسیاری از مذهبی ها در نوشته ها و کارهای خودشون به راحتی از مسائل سکسی صحبت میکنن، اما در واقع این منحصر هست به خودشون. اما اونجایی که پای جامعه و آدم‌هایی که با گوشت و پوست و استخون تو جامعه زندگی می‌کنن و از این مفاهیم در واقع زجر می‌کشن یا در واقع باباشون روبرو هستن، به اینها مربوط میشه. اونها برای اینکه بتونن از اون سنت‌هایی که به صورت سفت و سخت در جامعه هست و اونها حامی اونن و اون سنت‌ها حامی اوناست، برای اینکه بتونن اون سنت‌ها رو حفظ بکنن، جامعه رو به این سمت در واقع هل دادن و کشوندن که گفتگو از سکس، حتی گفتگوی علمی، حتی گفتگوی روانشناسانه، حتی گفتگوی کارشناسانه برای حل و فصل مسائل جنسی در ایران بسیار پرهزینه است. یعنی به تعبیری میشه گفت در جامعه امروز ایران حتی شما دیدگاه‌های کاملا علمی سکسولوژیک رو که بخوای تو جامعه مطرح بکنی که هنجارهای اخلاقی یا فقهی جامعه یا بخشی از اجتماع رو به چالش بکشه در واقع سرکوب میشه و اجازه نمیدن که ما بتونیم به راحتی در مورد این مسئله صحبت کنیم. فکر میکنم اون که در زبانی مثل زبان انگلیسی راحت تر میشه از این مفاهیم صحبت کرد به خاطر اینکه در این جامعه این حق رو به انسانها میدن که بتونن راحت تر صحبت کنن. شاید در واقع وجهی از آزادی بیانه که در جامعه ما وجود نداره و در جوامع توسعه یافته وجود داره. من اگه بخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید شما به خونه های ایرانی اگر نگاه کنید تقریبا معماری خونه ها در داخلش همه اوپنه و خیلی آزاده، برعکس اون چیزی که در بیرون دیده میشه. یعنی اونجایی که پای دولت و نهادهای اجتماعی کوتاه هستش، مردم تلاش میکنن که اون چیزی رو که دلشون میخواد تبلور ببخشن. همچنان که در گفتگوهای خودمونی به راحتی میتونن از این مفاهیم و جوکا استفاده کنن، ولی وقتی به جامعه کار محول میشه و کشیده میشه، اونجا هستش که محافظه‌کاری‌های رایج و جاری در جامعه امکان گفتگوی آزاد و در واقع شکوفا و سالم رو از ما و جامعه میگیره. بحث با حقوق بشر هم تو بحث سکس به وجود و میان اومد. شما چقدر میتونیم بگیم که خود خانواده ها خیلی مواقع بزرگترین ناقض حقوق فرزندان خودشون هستن؟ یعنی اگر یه خانم مخصوصا تو بحث ازدواج با کودکان یا ازدواج کودکان، یک جوری خانواده ها اینها رو از بزرگترین نعمت زندگیشون در اصل من میکنن، باز میدارن یا بعض موقع به جهنم هدایتشون میکنن. چقدر با این مسئله موافقم؟ اگر خانواده های ما اصلاح بشن و با استانداردهای مثلا فرض کن حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق کودک آشنا بشن و خودشون رو با اون هماهنگ بکنن، حتی برخلاف میل حکومت میتونن که در زندگی کودکان خودشون بسیار مؤثر باشن. اما مسئله اینه که تقریبا همه خانواده ها، همه پدر مادرها مدعی هستن و واقعا هم همینطوره که خیرخواه بچه هاشون هستن. تا اینجای کار به نظر من مشکلی وجود نداره. مسئله اینه که پدر مادرهای ما از توانمندی لازم برای تخمین مناسب منافع دیرایند بچه های خودشون و زندگی خودشون نیستن. اونا برخوردار از اطلاعات لازم نیستن که وقتی به فرزانگی خودشون مراجعه میکنن و سبک سنگین میکنن بتونن تشخیص بدن که واقعا چی به نفع بچهشون هست. آیا این بچه رو زود بفرستن خونه بخت خوشبخت میشه، یا اینکه اجازه بدن که در واقع دوره کودکی خودش رو به سلامت سپری بکنه، آموزش ببینه، بزرگ بشه، توانمند بشه و بعد ازدواج بکنه. مسئله اینه که اونها از اطلاعات لازم برخوردار نیستن. ما باید این خانواده ها رو در واقع با داده های جدید، با داده های مناسب علمی، اجتماعی و روانشناسی غنی بکنیم، توانمند بکنیم تا اونها اون خیرخواهی رو که نسبت به بچه هاشون دارن در عمل هم بتونن پیاده بکنن و واقعا تصمیم هایی بگیرن که به خیر بچهشون منتهی بشه، به خوشبختی و سعادت کودکانشون منتهی بشه.
خب به نظر دیگه سوالی نیست. خوشحالم که در خدمت شما دوستان عزیز بودم و از مؤسسه توانا متشکرم که این امکان رو در اختیار من قرار داد که بتونم با شما مخاطبین گرامی صحبت کنم. امیدوارم که در جلسات بعد بتونیم این بحث رو به نتایج و جاهای مناسبتری برسونیم. اگر بارها دنبال واژه آموزش گشته اید ولی با درهای بسته روبرو شده اید، اگر دنبال آموزشکده گشته اید که دور نباشد و استادهای خوبی هم داشته باشد، اگر مشتاق آموختن هستید اما توانایی مالی کافی نداشته اید که بیشتر و بیشتر بخوانید و بدانید، اگر شبها وقت آزاد دارید و روزها نمیتوانید دنبال درس و کلاس بروید، توانا بهترین انتخاب شماست. توانا بود هر که دانا بود. توانا رایگان در اختیار شماست. آموزشکده‌ای در خانه شماست. هر وقت که بخواهید، شب یا روز. با درس‌هایی مانند حق و حقوق زنان، دموکراسی، تفسیرهای نوین و لیبرال از دین، حقوق اقلیت‌ها، حکومت قانون، نهادسازی و نهادهای مدنی، محیط زیست، روزنامه نگاری و امنیت فضای مجازی و موبایل های هوشمند. آموزشکده توانا کلاس های دلخواه شما را رایگان به منزل شما می آورد. در کلاس های توانا با نام و جیمیل مستعار ثبت نام کنید. برای ما مهم انگیزه شهروندی و علاقه شما به آموختن است. ما هرگز نام واقعی شما را نمی پرسیم. تیم فنی توانا از طریق سایت تواناتک به شما کمک می کند تا با خیال راحت و فارغ از دردسرهای امنیت وب در کلاس ها شرکت کنید. در توانا بیاموزید، با تواناتک پاسخ سوال های فنی خود را بگیرید و از صدها کتاب، ویدئو، آدیو و مدرک دیجیتال در کتابخانه توانا رایگان استفاده کنید. توانا پنجره آشنایی شما با جهان ایده های نو و تجربه مردم دیگر کشورها در گذار به دموکراسی. برای دسترسی به توانا و اطلاعات بیشتر به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس توانا و توانا تک بپیوندید.